روند بازگشت داوطلبانه بی‌جاشراهی داخلی به مناطق اصلیشان امروز از سوی اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان در هرات آغاز شد. مسئولان در این اداره میگویند که در این برنامه قرار است نزدیک به 3000 خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان بازگشت داده شوند. از سوی هم خانواده های بیجا شده که روانه ولایت های خود شدند از دولت میخواهند تا در کنار تأمین امنیت به مناطقشان زمینه کار را نیز به آنان فراهم سازد. همکارم احمد فهیم فرجام با جزئیات بیشتر این خبر. قرار است در جریان دو هفته روند کامل انتقال 2800 خانواده بیجا شده داخلی به مناطق اصلیشان پایان یابد که در هر روز بین 50 تا 100 خانواده به ولایت‌هایشان بازگشت عزتمندانه داده می‌شوند. مبلغ 20000 افغانی پول نقد کمکی است که از سوی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات برای این شمار از خانواده‌ها که قصد بازگشت به مناطقشان را دارند مد نظر گرفته شده است. روزانه برای 150 فامیل ما آمادگی داریم که انتقال بدین بعد از دریافت مسافت از طریق بانک به مناطق اصلی از اینا. امروز تعدادی از ولایت بادغیس هستند، ولایت فاریاب هستند و ولایت غور که عودت میکنند به مناطق اصلی خود. خشکسالی و ناامنی دو عاملی از سوی بیجا شدگان داخلی گفته می شود که به هرات پناه آوردند. تامین امنیت و ایجاد فرصت های کاری در مناطقشان از خواسته های مهم این شمار از خانواده هایی است که از دولت دارند. قراری باشه، آرامی باشه منطقه ما دیگه. من بله مهم دولت خواهم خواهش داریم. 100% انشالله به وطن ما الان به فاریاب جنگ نیست برادر. کاش و کارش خوب است، مثلا سالی خوب آمده است. 100% من خوشحال هستم که ما وطن خود به خیر بریم. آغاز برنامه بازگشت عزتمندانه بیجا شده های داخلی به ولایت هایشان استقبال اعضای شورای ولایتی هرات را به همراه شده، اما اعضای این شورا انتقال این شمار را اندک میگویند و از دولت میخواند تا برای تعداد بیشتری زمینه بازگشت را مهیا سازد. و ما از دولت مرکزی میخواهیم که همین کمک هایی که میکنه همیشه ایتو محدود بکنه عودت به انتقال مهاجرین به نقطه های اصلی. بر اساس آمارهای اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات همکنون 158000 خانواده بیجا شده در هرات وجود دارد که تنها قریب به 50000 از این خانواده ها در سال پار به این ولایت پناه آوردند. مسئولان این اداره همچنان میگویند که آنان در آینده ها برنامه انتقال 6000 خانواده دیگر را نیز روی دست دارند.